امروز جامعه 27 آبان ماه شهرداری با نفت بازی میکنه. اجازه بدید این فرصت رو برای نفتی ها ببینیم. و توی دروازه همه ایستادند و نگاه کردن تا این بازیکن جلو بیاد و دروازه رو باز بکنه. یعقوب کریمی به زیبایی دروازه رو باز کرد. نگاه کنید اینجا یه برخورد شکل گرفت، داور توجهی نکرد. یاران شهرداری با گام‌های کوتاه سعی کردن خودشون رو به خط دفاعی برسونن. اینجا دراکان زارکوویچ جا موند. یعقوب کریمی نگاه کنید به چه خوبی 3-4 بازیکن رو قال گذاشت و دروازه رو به زیبایی باز کرد. و سعید دقیقی پشت توپ ایستاده، ارسال توپ با پای راست بلند به روی دروازه، فرصت برای یاران شهرداری و ساشا مکانی. دقیقی سر بالا نگاه میکنه، با پای راست میفرسته و ساشا مکانی از دروازه بیرون میاد و توپی که از کنار دروازه با اختلاف به بیرون میرم. نفت تهران، دراکان زارکوویچ مقابل یاران نفت تهران، پاش رو انداخت اما به توپ نرسید. فرصت برای موسوی که توپ از بالای دروازه به بیرون میره. کامیابینیا این حرکت رو انجام داد. فرصت برای سعید دقیقی و ساشا مکانی. مهرداد قمبری ارسال تو، فرصت برای شوت زنی هست و ساشا مکانی که توپ رو در دو مرحله در اختیار میگیره. بازی های لیگ برتر در بازی شهرداری تبریز و ترک دوسازی میتونه با استقبال زیادی مواجه بشه. فرصت برای یاران شهرداری تبریز، سعید دقیقی، فرصت برای باز شدن دروازه و توی دروازه ارسال تماشایی سعید دقیقی است و این هم ضربه سر جعفر بزری که دروازه رو در دقیقه 47 باز میکنه. یه بار دیگه یاران نفت تهران، فرصت برای یعقوب کریمی که گل دوم خودش و دوم نفت تهران رو به ثمر رسونه که میرزاپور به خوبی این توپ رو میگیره. برها شهرداری واقعا بازی منطقی و لایه لایه ای رو داره به نمایش میگذاره. فرصت برای یاران شهرداری تبریز هست، میتونه توپ رو دروازه فرستاده بشه به بیرون و توی دروازه. گل برای شهرداری تبریز، گل برای شهرداری تبریز. فکر میکنم جعفر بزری بود که گل دوم رو زد. اینجا توپ ارسال شد، جعفر بزری خودش رو دو گله میکنه. شهرداری تبریز رو همینطور در دقیقه 86 نگه داشته بود که حالا اجازه میده بازی دنبال بشه. 2-2. گل سوم میتونه برای سعید دقیقی شکل بگیره که این اتفاق بیفته. سعید دقیقی و در دهانه دروازه تو رو برمیگردونن. یه بار دیگه حسین امامیان ارسال تو، فرصت برای یاران نفت و توی دروازه. گل برای نفت، گل تساوی رو حسین امامیان به ثمر میرسونه. جایگیری خوب او میتونست کار را به تساوی بکشونه که همین اتفاق افتاد. حسین امامیان کار را 2-2 مساوی میکنه در وقتهای تلف شده.